هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی یا روز پنجشنبه ششم اردیبهشت ما عرض درود و احترام خدمت شما بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی امیری با برنامه دیگر تحت عنوان بازشناسی باورها مهمان خانه های شما است. اولین مسئله که میخوام عرض کنم این است که ما طبق روال برنامه های هفتگی روزهای جمعه رو اختصاص میدادیم به یک مهمان، مگر در مواردی استثنایی. یکی از موارد استثنایی آخرین جمعه هر ماه خواهد بود که ما سعی میکنیم به ایمیلی که از سوی شما عزیزان ارسال شده، چه نقدی بوده یا پرسشی، پاسخ بدیم. بنابراین ایمیلی که در زیر صفحه میبینید بنای ارسال انتقاد، پیشنهاد یا سوالاتی است که بابت مسائل موضوع مباحث ما مطرح میشه. یعنی ممکن عزیزان سوالاتی داشته باشن که ما در مورد سخن نگفته باشیم و اگر تشخیص بدیم این سوالات میتونه خودش موضوع یک برنامه‌ای باشه، اون رو به شکل جداگانه حتما ارائه خواهیم کرد. اما برای موارد مطروحه و موضوعاتی که ما طرح کردیم، حتما اگر سوالی هست، انتقادی هست و یا پیشنهادی هم الزاماً میتونه باعث بهبود برنامه ما بشه، خوشحال میشیم که اون رو برای ما لطف بفرمایید. ما در هفته گذشته بحثی رو آغاز کردیم پیرامون دیوانگی سیاسی در برابر عقلانیت سیاسی، یعنی رفتار رژیم که شاید در آن زمان بحث مسائل جنگ طلبانه میان او و رژیم و دولت اسرائیل مطرح بود، باعث شد که این بحث رو شروع بکنیم. در این یکی دو روز اخیر هم باز شاهد یکی دیگر از آن دیوانگی های همیشگی بودیم، آن صدور حکم اعدام برای یک خواننده، یک رپر و یک شخصیت برجسته است که در حوزه کاری خودش سعی میکنه دغدغه های اجتماعی رو منتقل کنه و اون هم تو ماج صالحی است. و متاسفانه دیوانگی های رژیم ظاهرا به دنبال این است که مردم رو باز هم به یک نوع قهر دیگر بکشن. و به عقیده من این اقدامات رژیم تا زمانی که بر مسند قدرت هست تمام نخواهد شد. اتفاقا همین مسائلی رو که الان ما میخواییم مطرح کنیم برای فهم بهتر این رفتارهاست، رفتارهایی که شاید هیچ دولت عقلانی اون رو مرتکب نشه. گاهی دیوانگی های سیاسی این رژیم در ابعاد مختلف، حالا چه غذایی، چه اقتصادی، چه مسائل مربوط به سیاست و فرهنگ، برای خیلی از مردم ما هم قابل فهم نیست که چرا درگیر یک چنین نظامی هستند، چرا چنین کارگزارانی بر اونها حکومت میکنن، آیا اونها دیوانه هن؟ آیا فاقد عقلن، فاقد درکن یا نه از یک قواعد خاصی پیروی میکنن؟ این مسئله بسیار مهمه، چون برای مبارزه با چنین رژیم هایی و پیشبینی عواقبی که ممکنه درگیر اون بشیم، شناخت اون بستر، زمینه ها و اون قوام و دوام این نظمی که اونها برقرار کردن که برای ما به هیچ چیزی شبیه نظم نمی آید مهمه. دیگر هفته گذشته بحث فرهنگ رو مطرح کردیم و قبل از اون اشاره کردیم که یک اندیشمند یا یک فیلسوف سیاسی وقتی به پدیده ها نگاه میکنه، خب از دو منظر به اون باید نگاه بکنه. آیا این پدیده ها انسانی هن؟ یا نه ساختاری هن، مربوط به نهادها و سازمان ها هستن. اگر انسانی هن، برای بهبود وضعیت باید انسان ها رو تغییر داد. اما اگر ساختاری و به نوعی نهادی هستن، باید اون ساختارها رو تغییر داد. به عنوان مثال وقتی در درون یک جامعه انسان ها دارای گرایش های خاصی می شوند نسبت به بعضی ارزش ها،
شما با تغییر اون ارزش ها از نظر آگاهی میتونید انسان های مناسب بسازید، مثلا انسان های دموکرات بسازید، انسان های اهل تساهل بسازید، یعنی اینا با کارهای آموزشی و تغییر اون ارزش هایی که در ذهن افراد تاثیر گذاشته میتونید انسان های مناسب زمان خودتون رو بسازید. اما گاهی ساختارها هستند که اسباب دشواری و مشکلند که حالا محل بحث ما در این نوبت نیست، اما روزی به اون خواهیم پرداخت به عنوانی که ما چه ساختارهایی رو داریم که دچار مشکل میکنند. اما کلیاتش رو در همین برنامه ارائه خواهیم کرد که چرا درگیر چنین پدیده هایی هست. بنابراین من میاندیشم که هم ما نیازمند ساختن انسانهای امروزی هستیم، هم نیازمند ساختن ساختارهایی مناسب با امروزی. یعنی دولت مدرن وقتی صحبت کردیم در گذشته یه ویژگی هایی داره. آیا دولتی که ما داریم دولت مدرنه؟ دولت عقلانی است؟ اگر نیست باید ساختار اون رو تغییر بدیم. اما امروز توانایی تغییر ساختار رو نداریم، چون در درون کشور ایران زندگی نمی کنیم، قدرت اجرایی نداریم و یک نظام استبدادی حاکمه. او همین ساختارها رو میخواد. تا عرض خواهیم کرد چرا میخواد. اما امروز این فرصت فراهمه که با استفاده از تکنولوژی سعی کنیم حداقل ذهنها رو مناسب امروز بکنیم. اگه ثبات رو کنار بگذاریم، یک بار نسبت به ارزشهایی که به اون باور داریم، منافعی که به اون باور داریم، مطالباتی رو که درست میدونیم یه نگاهی بندازیم ببینیم آیا درست هست یا نیست. وقتی صحبت از فرهنگ کردیم و بحث جامعه پذیری، خب ممکنه سوال باشه خب این فرهنگ چه اجزایی داره، چه عناصری داره، چه بخش هایی مؤثرن؟ شما یک انسان رو میبینید اجزای مختلفی داره، اما بعضی از اون اجزا بسیار مهمن. شما اگر انگشتان یک دستتون از کار بیفته نمیمیرید، اما اگر قلبتون بیسته میمیرید، اگر مغزتون از کار بیفته میمیرید، اگر راه تنفس شما بسته بشه میمیرید. پس در درون اجزا هم بخشهایی از این اجزا حیاتیان، برای فرهنگ اهمیت دارن و بخشهای دیگر کم اهمیت هم. بخشهای زمینه و زیربنا هستند و بخشهای دیگر به نوعی حالا تعبیر مارکسیش روبنا هستند، اما همه در هم مؤثرن. حالا مارکس معتقد بود اقتصاد این کار رو میکنه، تا حدودی درست میگفت، اما عوامل دیگر هم در اون نقش داره. اما هر جامعه‌ای هم عناصر مؤثر فرهنگی فعلیش متفاوته. یعنی اگر شما میخواید فرهنگ ایرانیان رو با فرهنگ جوامع غربی بسنجید، باید ببینید این فرهنگی که ایرانیان دارن چه عناصری در اونها اثر گذاشته. یعنی کودکانی که در درون ایران متولد میشن، جامعه پذیر میشن، فرهنگ، هنجارها و ارزشها و مطالبات به اونها داده میشه، از کدوم عناصر در ذهن اونها نقش بسته؟ خب عناصر فرهنگی متعدد هم. سنت ها هستن، اخلاق جامعه هست، دین هست، ادبیات و هنر و تاریخ هست، همه اینا هستن. امروز در درون جامعه ای ما یکی از مهمترین عناصر دین. دین به معنای یک بسته فکری با یک منشأ ماورایی که کارش ایجاد یک جهانبینی، الغای ارزش ها، دادن نقش ها و ایجاد یک موقعیت جدید در درون جامعه است. این کار دین. همین دلیل در دین عقاید وجود داره، اعمال هم وجود داره، مناسک و شعائر هم وجود داره. اما چه ویژگی هایی در درون دین اسلام وجود داره که برای ما مهمه، برای فهم این فرهنگ جامعه ما مهمه؟ همه عناصر دین مهمه؟ نه، بخشاش مهم نیستن، اما یه بخشای مهمه و باید به اونها بپردازیم. کار ما تعریف و تمجید نیست، آسیب شناسی است. شما برای اینکه یک انسان خوب داشته باشید نیاز نیست دائم از او تعریف کنی، بلکه باید معایبش رو به او بگی. اگه میخوای سلیمانی خوب بشه، دیگه نمیاد بگی سلیمانی تو اینجاات خیلی خوبه، اونا خوب بعد باید بگی تو اینجاات بده.
این بخش رو ضعف داری، چون باید اون ضعف ها برطرف بشه نه اینکه تعریف بشه. کسانی که دنبال جامعه بهترن همیشه به نقد میپردازن نه به تعریف و تمجید. کسانی که نگاهشون ایستاست همیشه تعریف و تمجید میکنن. اون در امر سیاسی هم میدوده، معمولا نظام های سیاسی و طرفدارانش رو انتقاد پذیر نیست. تا هم نقد میکنیم یا خوبیامونو بگو، و خوبیا که خوبه، ما نقد میکنیم که در واقع بهتر بشی و نشون بدیم چرا خطا کردی. در زمینه دینی نقد پیامبر اسلام و علی و قرآن میکنیم برای چی؟ در امر سیاسی نقد آن سلسله و این رژیم میکنیم برای چی؟ برای که بعض بهتر بشه، درک ما نسبت به نواقص بالا بره. بهتر شدن، ترقی یعنی چیزی بیشتر از قبل داشتن. اون چیزی که در قبل داشتی خب داری، اما باید اونو بر طرفش بود. ویژگی هایی که اسلام به فرهنگ ما داده نقش های بسیار بسیار مخربی است. حالا این که در دین آمده نمیدونم با یتیمان خوب باشید و نمیدونم به پدر مادر خود نیکی کنید و اینها بحث هایی خیلی سطحی و ابتدایی است. بله در هر آینی همینه، در جوامع بدوی و اولیه کسی بچه رو نمی کشه، پدر پسر و دخترم پدران خوش رو نگه می دارن، چیز عادی است، عقلانی است. چون ما نقد دین می کنیم یه میگه بابا این قرآن رو شما بخونید چیزا خوب هم توش هست. خب بله هست، اما چیزهای بدش خیلی بیشتره، به خصوص با مناسبات امروز. در کنار این ما بعدا به یک مسئله به نام ایدئولوژی خواهیم پرداخت و بعد به تلفیق این دو که بتونیم رژیم جمهوری اسلامی رو فهم کنیم، چون او محصول این دوتاست. این دوتا با هم شباهت های بسیار زیادی داره که من برخواهم شمرد، اما ویژگی هایی در ایدئولوژیک شدن دین وجود داره که اون رو بسیار بسیار خطرناک میکنه. من هم اینه که شما نمیتونید تحملش بکنید، حتی گاهی خیلی از مسلمان هم نمیتونه تحملش بکنه. چرا؟ چون ایدئولوژیک شده. که حالا من سعی میکنم اینو تبیین کنم. ولی این ویژگی که دین اسلام داره و البته در ایدئولوژی ها هم هست، هویت سازی است. یعنی دین سعی میکنه به شما یک هویت جدید بده. یعنی اگر تا دیروز شما یک انسانی بودید با یک عقیده آزاد، هر ارزشی رو با عقل خودتون میسنجیدید، مناسباتتون رو در درون خانه و خانواده و بستگان با هر چیز دیگری تنظیم میکردید، دین به شما یه هویت جدید. یعنی از امروز دیگه میشی مسلمان، یعنی تسلیم امر خدا و رسول میشی. حتی نامی اگر نامناسب میدونه باید تغییر بدی. خود پیامبر اسلام بعضا نامهای افراد تغییر داد. چرا؟ چون مثلا نامشون نام بت بود یا بندگان بت بود. مثلا یکی نامش بود عبد منات، ایشون نامش تغییر میداد، میگفت نه اسمتو بذار مسلم، اسمتو بذار سلمان، اسمتو بذار مثلا عبدالله، اون چیزی که خودش دوست داشت. هنوز هم در درون رژیم های اسلامی شما نمیتونه هر نامی رو انتخاب کنید. جالب اینه که از وظایف پدر در اسلام اینه که نام نیکو بر فرزند بذاره، یعنی نام های دینی بذاره. چرا؟ چون هویت بخشی رو میخواد از همون دوران کودکی در شما شروع بده. شما دیگه یه هویت جدید داری، دیگه خود هر کجا شد مسلمان معرفی میکن، نوع لباست و مسائلی از این دست رو بر اساس همون دستورات انتخاب. دومی مسئله که تالی یعنی ادامه و پیرو به این هویت سازی است، غیریت سازی است. غیریت سازی یعنی چی؟ یعنی تو با من مخالفی، تو غیر از منی، تو غیر از ما هستی. چون اسلام علاوه بر هویت سازی فردی، هویت سازی اجتماعی هم میکنه، میگه ما مسلمانان، ما امت. این هویت سازی در صدر اسلام هم وجود داشت. بسیار معروفه که اسلام پیوندها را پاره کرده است، قلبها را دگرگون کرده.
شما به تاریخ صدر اسلام نگاه بکنید، پسرانی که پدران خودشون رو میکشتن در میدان جنگ. یکی از این افراد پرچمدار اسلام در جنگ بدر، برادر او اسیر شد. یکی از این انصار ابو عزیز رو آورد، مصعب ابن عمیر او رو دید. برادر کافر به مصعب گفت که اگه شفاعت من رو بکنی برحال حق برادری من رو به جا آوردی. مصعب ابن عمیر به ابو عزیز برگشت گفتش که نه، برادر من این انصاریه، تو برادر من نیستی. یعنی کسی که کافره دیگه با تو وابستگی نداره، اون هویت خانوادگی معنا نداره در اسلام، مگر همه مسلمان باشن. شما سوره توبه رو بخون، پدر و مادر و بستگان خودتون رو به دوستی نگیرید اگر کفر رو بر ایمان ترجیح دادن. میخواد هویت سازی بکنه که دیگه برادر تو، پدر تو، اون پدری نیست که تو رو به دنیا آورده، اون مادری نیست که تو رو به دنیا آورده، اون برادری نیست که تو خونه با هم بودید، بلکه برادر تو کسی است که شهادتین بود، کسی که به قرآن و پیامبر و قبله واحد باور دارید، اونا برادرت. این هویت سازی جدیده. پس امت رو اینجا میتونیم بفهمیم چرا امتی ها با ناسیونالیسم مشکل دارن. حالا اونم یه هویت سازی است، به بحث ایدئولوژی که برسیم اونم عرض میکنیم، اما میخوام عرض کنم این هویت سازی با اون هویت سازی در تضاد قرار میگیره. کمونیسم هم همین بود. وقتی مارکس میگه کارگران جهان متحد شوید، مقصودش اینه که کارگر فرانسوی، کارگر آلمانی، کارگر روسی، این شغل ما هست که هویت ما رو میسازه به عنوان کارگران، و کارگران جهان همه دارید استثمار میشید، بنابراین متحد میشید. این مثل ما رو عرض میکنم که گاهی هم این شعارها برای ما مشخص بشه، همین که این کانونهای هویتی یعنی هویت سازها برای ما روشن بشه، که بعدها میبینیم نزاع میان اونها رخ میده. یعنی جایی که ناسیونالیسم با ایده امتسازی در تضاد قرار میگیره. چرا؟ چون از نظر امتی ها شیعیان عراق برادر ما هستند، اما یه زرتشتی برادر ما نیست. از نظر جمهوری اسلامی حزب الله در لبنان برادرشونه، اون شیعیان لبنان برادرن، اما ایمان سلیمانی که خدا ناباوره برادر ما نیست، از ما نیست. یه یهودی، یه مسیحی از ما، اینا از ما نیست. دیدید من در نوبت گذشته یک فرازی از سخن علی رو خواندم که میگه بابا اینا از ترسایان و یهودیان، اینا از ما نیستن، اونا رو به دوستی نگیرید، در نامه‌ای که به عمر ابن مسلمه ارهبی نوشت. این تفکر این روز بنابراین فهم کنید چرا سید علی پولها رو میبره میده در لبنان خرج میکنه. حالا جدا از اون که دیدگاه سیاسی هم دارن، توجیهات ایدئولوژیک دینی هم دارن، که اینا برادران ما هستن، ما به غریبه کمک نمی کنیم. این هویت سازی غیریت سازی رو هم به دنبال داره، یعنی شما مرزتون رو مشخص میکنید، یهودیان و مسیحیان اهل کتابن، بقیه که مشرک و کافرن. خب حالا جدا شدیم، مؤثرش چیست؟ سومین ویژگی که دین به شما میده تحمیل ارزش هاست، یعنی به شما یاد میده که چه چیزی ارزشه، چه چیزی ضد ارزشه، بی ارزشه. یعنی مسلمان ارزش داره، محقون و دمه، اما یک مرتد، یک خدا ناباور ارزش نداره، محدور و دمه. یک مرد مسلمان قیم بر زنانه، یک زن مسلمان باید تابع مرد باشه.
آیه 34 سوره نساء رو بخونیم. اصلا ما ابتدا آغاز میکنیم الرجال قوامون علی النساء، بعد میاد پایینتر میگه صالحات و قانتات. زنان صالح یعنی زنان درستکار، کسانی هستند که فرمان بردارن. یعنی اگه زنی جلو شوهرش باسته، ارزش های دینی رو نادیده گرفته. اگه میخواد زن صالحی باشه، جلو شوهرت صحبت نکن، صدات رو بلند نکن، زیاد خواهی نکن. ارزش مرد دو برابر از زن. حالا در برخی از زمین ها که اصلا زن لایق صحبت هم نیست، نظراتش شنیده نمیشه در دادگاه ها، در جاهای دیگه. همین ترتیب نظام ارزشی ایجاد میکنه بین مرد مسلمان با زن مسلمان، بین مرد مسلمان با کافر، بین مرد مسلمان با اهل کتاب. و شما این ارزش ها رو باید بپذیرید. یعنی اگه میخوای مسلمان خوب باشی، باید طبق اون ارزش ها رفتار بکنی. پس این تحمیل ارزش ها سبب میشه که شما در درون اون جامعه یک نظام جزایی رو هم ببینید. یعنی چی؟ یعنی اگه من آنچه که معروفه انجام ندادم، باید امر بشم به اون. امر به معروف و نهی از منکر یعنی همین. معروف یعنی آنچه که شناخته شده است. از چه طریقی؟ از طریق دین، از طریق اولیای دین. یعنی شما قرآن رو میخونید، میگن نماز بخون، بسیار عالی. حجاب رو رعایت کن، بسیار عالی. بعدم تبیین هم شده، خب این دیگه معروفه، دیگه همه شناختن که حجاب جز اسلام. من انجامش نمیدم، میگن امر باید بکنی. یه چیزی منکر شده، یعنی ردش کردن، مثل نوشیدن مثلا شراب. من انجام میدم، میگن باید نهیش بکن. و برای این امر و نهی مجازات تعیین میشه. حالا این مجازات یا حدودن، مجازات های حدی، یعنی مجازات هایی که نوع، میزان و کیفیتش در شرع تعیین شده، یا تعزیری هن، یعنی بر اساس نگاه حاکم مثل به اون میزان جرمی که صورت گرفته شما مجازات تعیین میکنه، که از مجازات های حدی کمتره. میبینیم در درون این سیستم ارزش های معرفی میشه، ایدئولوژی هم همینه. حالا به مرور عرض خواهیم کرد. در کنار این مؤلفه ها، مؤلفه دیگری هم وجود داره، و اون این که یک مرجع وجود داره بنای صدورش، در واقع نوعی متولی و خدمتکار وجود داره. در اسلام متولیش از پیامبر اسلام بگیری تا به افرادی مثل فقها، روحانیون، آخوندها، اینا متولیان هست. یعنی شما برای اینکه ارزش رو فهم کنی، اون دیدگاه ها رو فهم کنی، نمیتونید از نظر خودتون نظر بگید. قلبم پاکه، بنابراین من اگه شرابم بخورم هیچ ایرادی نداره. دیدید از این مسلمان های جدیدی که ما داریم، میگه خب مگه شراب در اسلام حرام نیست؟ میگه مهمه که قلبت پاک باشه. اما وقتی میره هر کجا، اول نگاه میکنه ببینه که مثلا این ذبح شرعی شده یا نشده. در این کشورهایی که مسلمان زیاده خیلی داستان غم انگیزه. بانوانی رو میبینید بدون حجاب و اینها میگردن، مشروبات الکلی هم نوش جان میکنن، اما دنبال مغازه‌ای ان که ذبح شرعی کرده باشه، میدونه میشه باشه حلال. چرا؟ چون خب دوست داره. مثلا حالا داستان، حالا گوش مهم نیست، این اسلام های دم دستی خودشونو دارن، ولی در عمل به صراحت در درون قرآن اشاره شده این حکم خداست. در جایی که خدا و رسول فرمان دادن، هیچ کس اختیار نداره. و بعد به سراغ متولیان میره، کسانی که دارای علم و دانشن، اونا هستن که باید برای شما تعیین کنن. در ایدئولوژی هم ما همین رو داریم. حالا منبع و منشأ اثر در ایدئولوژی خدا نیست، یک انسان نیست، اما در دین منشأ اثرش خداست. ویژگی دیگری که اسلام داره، عدم تمایز و جداسازی میان حوزه عمومی و خصوصی است. یعنی اسلام نمیاد بگه که من یه چیزی آوردم برای جامعه، یا مثلا برای حوییته خاصی،
بلکه میاد در جزئی ترین امور شما هم نظر میده، در این که چه بپوشی، چه کار بکنی، چه کار نکنی. بعضی از ایدئولوژی های ویژگی رو دارن که ما به اونا میگیم دولت های توتالیتر، یا ایده ها یا ایدئولوژی های توتالیتر، که نقش همه جانبه و فراگیر نسبت به زندگی مردم بازی. اما همه ایدئولوژی اینطوری نیست. یا بعضی ایدئولوژی در زمینه خیلی خاصی، در حوزه اقتصاد گرفته تا چیز دیگری، عمل. اما اسلام میاد و برای جزئی ترین امور شما نظر میده. ویژگی دیگر اسلام این است که میخواد جهان رو منطبق بکنه با خواست خودش. یعنی نمیگه که من جهان رو فهم کنم، میگه جهان باید منو فهم کنه. یعنی چی منظور از جهان؟ یعنی برای اسلام اصلا مهم نیست که انسانها تنوع و تکثر دارن، عواطف و احساسات خاص دارن، سوابق فرهنگی خاصی دارن. میگه مهم نیست شما در روم زندگی میکنی، در ایران زندگی میکنی، باید مثل رسول الله زندگی بکنی. یعنی باید زیست خودتون رو مطابق آن چیزی که پیامبر اسلام به رسمیت شناخته تنظیم کنی. الگو هم معرفی میکنن همه جا در ادیان و ایدئولوژی. مثلا الگوی شما برای مردان مثلا رسول الله است، اسوه حسنه است. زنان مثلا شما مثل بانو عایشه باشید در میان اهل سنت، شیعیان فاطمه زهرا، هم با اقسام این افراد رو دارن که عینی سازی میکنن. میگن آقا این شخصیت هایی که ما میگیم شما بشو، تخیلی نیست، شدن. یعنی وقتی میگیم مثل علی ابن ابی طالب باش، حالا درسته نمیتونی به او برسی، ولی باید سعی کنی در جایی که تواناییشو داری مثل او رفتار بکنی. زمان هم براشون اهمیت نداره، یعنی اصلا مهم نیست که جوامع سیر تطور دارن، سیر تحول دارن، دگرگون میشن. میگن اگر 1000 سال بعد هم بود باید مثل ما زندگی بکنی. پس فرقی نمیکنه که شما ایرانی باشی 3000 سال بعد از محمد زندگی بکنی. میگه باید مثل محمد در همون مدینه باشی، مثل بقیه صحابه او در مدینه باشی. گاهی ما با این نواندیشان که صحبت میکنی، اینا معتقدن که نه، این قوانین اسلامی تخت بند زمان و مکانه، یعنی مربوط به زمان خودش. خطا در اینجاست که بله، این قوانین در آن عصر صادر شدن، اما تاریخ انقضاش مربوط به اون عصر نیست. شما ممکنه یه قانونی داری مربوط به 20 سال قبل باشه، اما هنوز داره کارایی داره، داره استفاده میشه. کسی رو کن لم یکن نکرده، لغوش نکرده، فسخش نکرده، باطلش نکرده، اون قانون داره کار میکنه. اسلام همچین ادعایی داره. تاریخ صدور مهم نیست، بلکه زمانی که کارایی داره باید اجرا بشه. شاهدش هم بارها اشاره کردیم، آیات متعددی در قرآن، از 42 فصلت بگیرید که میگه هیچ باطلی در این راه نداره، آیات 1 سوره کهف که میگه هیچ کژی در این قرآن نیست، تا شواهد و عینیتی که اشاره میکنه، مثل آیه 5 سوره جمعه. به یهودیان زمان محمد که خب هم از نظر زمانی نزدیک به 1000 و اندی سال بعد از موسی هستن حداقل، و از سرزمین اورشلیم هم دورن، الان در مدینه زندگی میکنن، داره به اونو نهیب میزنه. میگه یهودیانی که تورات بر آنان بار شد اما اون رو به کار نگرفتن، خرانی هستن که کتاب حمل میکنه. چون دین یعنی عمل، نه فقط فکر. دین میخواد عمل شما هم مطابق با اون فکرتون باشه. یعنی وقتی کتاب خواندی که شرب خمر حرام است، در عمل هم باید همون کارو بکنی، انجام ندیش. اگر خدا دستور داده حجاب، فقط نه آیه قرآن رو بخونی گریه بکنی یا بذاری روی سره، بلکه باید عمل بکنی. مقصود پیامبر اسلام به یهودیانی بود که در مدینه سنگسار نمی کردن، چون سنگسار در شریعت یهود بود. حالا یهودیان زمان پیامبر اسلام آمدن و گفتن که نه دیگه، نیاز به سنگسار نداریم،
میذاریم این قوانین رو کنار. اما قرآن داره نشانه میده، میگه نه خیلی اینا یهودیان که تورات رو کنار گذاشتن مثل خری هستن که کتاب هم میکنه. حالا نواندیشان ما میاد و میگن که نه خیلی این مال 1400 سال قبل بوده فلان. بله بوده، کسی نمیگه نبوده، اما تاریخ انقضا نداره، چون او به خداست. اگه قرار نقضی بکنه همون مرجع صدور کننده قانون باید نقضش بکنه. حالا مجلس قانون تصویب میکنه، شهروندان ملزم به اجراش هست. حالا این قانون ممکنه مال 50 سال قبل بوده باشه، اما تا زمانی که نقض نشده لازم الاجراست. و یک شهروند میتونه بگه که خب این مربوط به زمان من نبوده، اصلا دیگران بودن، چون تخت بند زمان و مکانه من میذارمش کنار. نخیر، میگن خود همون مرجع بیاد به قانون رو نقض کنه. معتقد نیستید خدا حی و حاضره؟ این اساس اسلامه دیگه. حاضر چیست؟ حاضر این که شما یا قوانین رو اجرا میکنی یا نمیکنی. بنابراین اسلام میخواد جوامع رو به همون شکلی در بیاره که خودش میخواد. یعنی انسان امروز انسانی بشه مثل یک انسان مسلمان 1400 ساله. گروه های اجتماعی مثل آن زمان بشن. روابط بین دولت ها تبدیل بشه به همون روابط گذشته. این که شما میبینید ما در درون جامعه تنش داریم برای همینه. یعنی ارزش های ما با ارزش هایی که رژیم به دنبالشه، که از ایدئولوژیش برآمده، از دینش برآمده، منطبق نیست. ما میخوایم مثل انسان های امروزی زندگی بکنیم، رژیم میگه نه خیر، دین ما گفته که شما باید مثل من اون دستوراتی که من دادم زندگی. زن امروز نباید ارزش های مدرن رو بپذیره، باید بره به سراغ فاطمه زهرا یا عایشه یا دیگران، مثل اون رو زندگی بکنه، مثل زنان پیامبر، عایشه و مسلمه و حفصه و ریحانه و صفیه و جویریه و اینو، مثل اونا زندگی. بنابراین شما با یک ویژگی های خاصی روبرو هستید که شما رو وارد یک فضای تنشالو. خب این یه بستر دینی است. حالا از اینجا میخوام برگردم به یه مسئله‌ای که میتونه این جنبه های خطرناک دین رو خطرناکتر هم بکنه. مثل یه بیماری که زمینه بیماری داره، اما استفاده از بعضی غذاها او رو تبدیل میکنه به یک بیمار بسیار بسیار شدید با اون بیماری ها. و اون ایدئولوژی. ایدئولوژی خب کلمه ایست که آقای آنتوان دست و دوتراسی به کار برد در اواخر قرن 18 به معنای شناخت ایده ها. بعد ها این کلمه تغییر پیدا کرد و در واقع تبدیل شد به خود اون بستر، یعنی یک مجموعه یا یک بسته فکری منسجمی که در درون خودش غالبا جهان بینی میده، نقش میده، ارزش میده، تا بتونه موقعیت شما رو در یک محدوده تعیین کنه. تعریف دم دستی از ایدئولوژی تقریبا شبیه به دینه، اما منشأ ماورایی نداره و بعد ممکنه در یک حوزه خاصی کار بکنه، در یک محدوده خاصی کار بکنه. اما ایدئولوژی هم درون مایش شبیه به دینه. یعنی چی؟ یعنی هم توصیفیه، هم تجویزیه، هم اقناعیه. حالا این ستاره کمی توضیح بدم. یعنی ایدئولوژی میخواد به شما بگه که این مناسباتی که امروز در درون جامعه هست مناسب نیست. مثلا مارکس داره میاد صحبت بر سر این میکنه که آقا این مناسباتی که در درون جامعه ایجاد شده باعث استثمار کارگره. خب این مناسبات کی ایجاد کرده؟ از نظر مارکس حاکمان. اونها هستند که ایده هایی رو آوردن و مردم رو به نقشی در آوردن که اونا نمیفهمن که اینا دارن استثمار میشن. درسته؟ یه مثال عینی تر بزنیم. در جامعه ما روحانیت توانسته با شیادی پول خمس از مردم بگیره. یعنی یک پنجمی که در قرآن آمده از غنایم که در جنگ گرفته میشه مال خدا و رسوله، امامان شیعه آمدن این یک پنجم رو که در میدان جنگ هست تبدیل کردن به کسب و کار مردم. یعنی گفتن شما هم که شیعه من جعفر صادق و موسی کاظم و اینها هستی، باید هر چی کسب و کار داشتید یک پنجم سودشو بدید به ما.
یعنی ریشش برمیگرده به همون ائمه، برای اینکه تو مدینه بشینن و به قولی کیفش رو ببرن، گفتن چیکار کنیم؟ تعمیقشون میکنیم این مردم رو، میگیم یک پنجم کسب و کارتو بده به من، این میشه خمس. آرام آرام این دکان بسته شد در زمان نائب چهارم. به مرور زمان فقها ها دوباره برکشیدن این رو، گفتن خب چه دکان خوبیست، یه تاجری هست، یه پزشکی هست، یه مهندسی هست، کار میکنه، یک پنجم سودشو میده به ما. دوباره این دکان رو علم کردن. آیا این تفکر که در درون اون فقها، آخوندها، مراجع تقلید حق دارن یک پنجم سهم کسب و کار شما رو به خودشون اختصاص بدن، یه آگاهی کاذب نیست؟ یک تفکر استثمارگونه نیست؟ قطعا هست. اینکه من کار کنم تو بخوری؟ اگه قرار به کمک به فقراست، خب هر کسی میتونه به نزدیکان خودش کمک بکنه. چه نیازی دارم من به تو به پول بدم که این کار رو بکنی؟ پس یکی از ویژگی ها توصیفه، یعنی میخواد نشان بده ایدئولوژی که مناسبات جامعه مناسب نیست، با تغییر بکنه. مشکل جامعه اینه که با این مناسبات داره اداره میشه. یک بخش از جنگ ایدئولوژی ها همین هاست، یعنی نزاع بر سر این که جامعه رو توصیف میکنن. نگاه دوم نگاه تجویزی است، میگه اگه الف نباشه باید ب باشه، یعنی مناسبات جامعه اگر مطلوب نیست باید به این روش اداره بشه، ارزش ها تغییر بکنه، ذهن تغییر بکنه، ساختارها و نهادها تغییر بکنه. بحث های مطرح که میشه در همه ایدئولوژی ها حاصلش همین هست. دولتی که در لیبرالیسم داریم با فاشیسم خیلی تفاوته. در اون یکی دولت حد اقلی و ناظره، در اون یکی همه کاره است. نقش دولت به این، نه نقش فرد در درون این دوتا از زمین تا آسمون با هم متفاوت. تو اون یکی معتقد انسان ها افراد باید آزاد باشن، موانع باید به حد اقل برسه، اون یکی معتقد فرد نباید آزاد باشن، باید همه چیز رو نظارت کرد. مقاله آیین فاشیسم آی موسولینی رو بخوانی یکی گونه آمده، بگه آزادی فقط در دولت معنا داره. آزادی فرد یعنی چی؟ مقاله آیین فاشیسم آی بنیتو موسولینی رو حتما بخوانی اگر فرصت کرد. آزادی در دولت معنا پیدا. اسلام هم همینو میگه، میگه آزادی یعنی چی؟ آزادی فقط در اسلام، مثلا اسم اسلام از تسلیم میاد، یعنی آزادی آن چیزی که خدا به شما گفته، همون اندازه آزادی. در اسلام این همه آیات آمده یسلمو تسلیما، تأکید میکنه یعنی اینکه ما تسلیم امر خداییم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک یعنی تنها فقط، روز اعداد حصره، فقط بنده توییم، عبد توییم، یعنی هیچ ایدئولوژی و فکر و تفکر دیگه ای رو نمیپذیریم. بنده که نمیتونه خدمتگزار کار دیگری باشه، باید تمام وقت در خدمت مولای خودش باشه. نمازی که دوستان میخونی داره میگه، میگه من فقط بنده و برده تو هم، عبد تو هم. صحبت از این است که رب العالمین در همون آیات قرآن که نماز میخونیم، رب یعنی کسی که پرورش دهنده است، مربی یعنی کسی که پرورش میده. شما برای کودک تو مربی میگیرید، برای اینکه او یاد بده چجوری زندگی بکن، چی بخور، چه ورزشی انجام بده، چی یاد بگیر. مربی کارش همینه دیگه. رب العالمین یعنی خداوندی که نه سازنده بلکه پرورنده جهان، یعنی میگه که شما چجوری باید رفتار بکن. درون این تفکر شما با عناصر مختلفی روبرو، که سعی میکنه وضعیتی رو تجویز بکنه به شما که چطور رفتار بکنه.
جنبه اقناعی هم داره، هم دین هم ایدئولوژی. اقناعی به چه معنی ما به کار میبریم؟ به این معنا که شما وضعیت خودتون رو بپذیرید. یعنی مثلا اگر در ظلم به سر میبری، ایدئولوژی سعی میکنه شما رو به صبر دعوت بده، به منجی دعوت بده، بگه اوضاع خوب میشه، اگر امروز در میدان جنگ کشته شدی جانتو از دست ندادی، پیش خداوند روزی میخوری. یعنی جنبه هایی که جهان رو برای شما فهم کنه. دیدید هم دینم همین کار رو میکنه، ایدئولوژی هم همین کار رو میکنه. این که شما بگید بعد از مرگ چه میشه، خب ترسی در وجود شما وجود داره، سوالاتی که جواب نداده ترس ایجاد میکنه، اما دین به شما جواب میده، قانعتون میکنه که یک عمر دیگری داریم، یک زندگی دیگری هست. زمانی که بیمار میشید، مستعصل میشید که چی بکنیم چه نکنیم، دین به شما یک راه میده، دعا بکن، نذر بکن، نیاز بکن، نیایش بکن، دین شما رو آروم میکنه. ایدئولوژی هم همین کار رو میکنه. در واقع بسته به این که ایدئولوژی در کجاها ایجاد میشه، قانعتون میکنه. ایدئولوژی قانع میکنه که شما دیگری رو بکشی، جانش بیارزشه. شما فکر کردید کسانی که مثلا در اردوگاه‌های نازیسم کشته میشدن، اون مأمور فکر میکرد که داره کار بدی میکنه؟ مثلا ابتذال شب، تعبیری که هانا آرنت به کار میبره، بر سر همین مسئله است. ایشون میگه اصلا اینو فکر نمیکردن که دارن کار غلطی میکنن، دادن معمولی انا. یه کتابیست آیشمن در اورشلیم، خانم هانا آرنت در موردش بحث میکنه، میگه شما وقتی خلقیات این آدم رو نگاه میکنی کاملا یه آدم معمولیه مثل همه ما. اما چی سبب شده که شر رو در طور تشخیص بده؟ به خاطر اینکه محوه در اون ایدئولوژیه. چرا اینا رو من عرض میکنم دوستان؟ ببینید شما وقتی در درون این ایدئولوژی حل شدی، نمیتونید تشخیص بدید که زدن دختر مردم در خیابان کار بدیست. اینو ممکنه من و شما تشخیص بدیم، چون در اون ایدئولوژی حل نشدیم. اما برای کسی که در اون ایدئولوژی حل شده، اصلا اون زن مردم رو زن مردم نمیبینه، انسان محترم نمیبینه، اون رو به عنوان مفسد میبینه. وقتی اینها رو ببینی در خیابان هی در گویان مردم رو میزنن، برای اینی که اصلا این مردم رو به عنوان شهروند در نظر نگرفتن. هزاران نفر رو سال 67 و 66 و 68 کشتن. برای چی کشتن؟ چون برای این اصلا مهم نیست اینا انسان هست. در شوروی کمونیستی این همه آدم ها کشته شدن، به افغانستان حمله کردن، به جای دیگه. خب آیا اینا جنایت بدونه اون مأمور؟ میگه نه خیر، اینا تابع نظام سرمایه‌داری هستن، اینا امپریالیستن، باید بریم سراغ اینا. اینا اصلا جامعه رو فاسد کردن. ابتدا از برچسب زنی شروع میشه، ادامه پیدا میکنه. مثل هیتلر میاد یهودیان رو انگل میدونه، زالو میدونه، که دارن جامعه آلمان رو نابود میکنن، الان قدرت نداره، برچسب میزنه، میگه اینو زالو هن. اینا میکروب هن. اما زمانی که قدرت گرفت، به سراغ همون میکروب های ساخته شده ذهن خودش میره و اون وقت اونا رو نابود میکنه. خطر اسلام در مدینه نبود، در جایی در مکه است که داره کفار رو برچسب زنی میکنه. کل انعام بل هم ازل، فلانی زنازاده است، فلانی، اینا خطره. بعضی از ما اینقدر ساده ایم میگیم اسلام در مدینه خشن شد. نه عزیز ما، خشونت کلامی در آیات مکی وجود داره، جایی که به زن ابولهب و ابولهب و نمیدونم ولید ابن مغیره و
عمرو ابن هشام مخزومی و امیه ابن خلف و همه دار توهین میکنه، اینا فلانن، پدرانشون فلانن. وقتی محمد رو دعوت کردن به نزد ابو طالب، بهش گفتن آقا این برادرزادت از این کارا بردار. آقا چیکار میکنه مگه این؟ تو به خدایان ما دشنام میده، سب به الهن، پدران ما رو فحاشی میکنه، شتم آباین، بزرگان ما رو سفیه میدونه، صف احلامن. خب چه کسی این کار رو میکنه؟ کسی که هنو قدرت نداره اما یه ویژگی داره و اون برچسب زنی است. شروع میکنه روی گروه هایی که مخالفشن برچسب میزن. امروز هم وجود داره، هر کسی رو دیدید آمد گفت ما ملی هستیم، شما چپولید، باید از او ترسید، او نمیتونه دموکراسی با شما بیاره. اینا هیتلر های کوچکن اما قدرت ندارن. وقتی کسی میگه مرگ بر ملا و چپی و مجاهد و همه، این پلن تو واشنگتن نشسته، تو پاریس نشسته، تو لندن نشسته، فردا قدرت بگیره همون برچسب رو اجرا میده. سرنوشت مردم مملکت ها بوده. زمانی در آلمان نازی اون گورینگ و گوبلز و هیتلر می نشستن برچسب زنی می کردن. جامعه آلمان نفهمید که اینا اگر قدرت بگیرن اردوگاه رو ایجاد می کنن. کینه ای که در اندیشه های کمونیست ها وجود داره نسبت به سرمایه داری، خب طبیعیه فردا قدرت بگیرن تمام کسانی که صاحب املاک و ابزار و اون جنبه های تولیدی هستن رو می برن بیخ دیوار. دیگر امروز جلوی برچسب زنی نیستیم، فردا باید همین برچسب ها رو گوشه دیوار قرار بدن اعدام کنن و ما تماشا بکنیم. یک پزشک خوب پزشکیست که بیماری رو تشخیص بده همون روز اول، نه اینکه وقتی سرطان تمام بدن رو گرفت حالا بگه من بله. بله حالت اون خوش نشان میده که این مریضه، اما پزشک حاضر کسی است که سعی میکنه بیماری رو در همون روزهای ابتدایی تشخیص بده. یک فیلسوف سیاسی، یک جامعه شناس بزرگ، یک نظریه پرداز، کارش اینه، باید به تشخیص بده که این آدم سلیمانی امیری نامی آمده، امروز اینو برچسب میزنه، اونو برچسب میزنه، اون یکی تو ملیگرا نیستی، تو چپولی، تو یکی که مجاهدی باید بری گوشه دیوار، شماها ما رو از همه چیز محروم کردی، شماها ما رو بدبخت کردی، از او بترسید. این برچسب زنی ها رو در هر جناحی دیدید از او دوری بکنید. جنبه اقناعی یکی از خطرناکترین جنبه های دین و ایدئولوژی، هر ایدئولوژی باشه، شما رو قانع میکنه پسرتو بکشی، میگه او بیارزشه، میگه نداشتیم ما اول انقلاب. شما سران رژیم رو برید نگاه بکنید، چند تاشون بچه های خودشون رو کشتن. برای شما فکر میکنید اونا ناراحت شدن از اینکه بچهشون رو کشتن؟ نه، اگه ناراحتی هم بوده یعنی که چرا اصلاح نشدید، کاش اصلاح میشدید. مگه داستان ندارن پسر نو؟ اینا اسطوره هاییست که اینا ساختن که آقا بچه‌ت هم بنداز بره. فقط آدم های خودمون رو سوار کشتی میکنیم، بقیه باید برن غرقشن. اینا اسطوره هاشونه، اینا الگوهاشونه. ایدئولوژی یه ویژگی داره، آی ژان بشلر به کار میاره ویژگی انگلی. ویژگی انگلی یعنی چی؟ یعنی که یک ایدئولوژی در خلأ که شکل نمیگیره، یه ایدئولوگ میاد نگاه میکنه بستر جامعه رو. خب این جامعه یه فرهنگی داره، از درون اون فرهنگ یه ویژگی هایی رو میگیره، مثل انگل. انگل برای اینکه ارتزاق بکنه زنده بمونه به تن یه موجود بیچسبه، از خونش میمکه. ایدئولوژی هم کارش همین، مثلا میره به تاریخ نگاه میکنه یه مفهومی رو بیرون میاره به عنوان مثلا نژاد، در حالی که ریشه علمی نداره. یه فایل های دکتر نوذری داره، حتما نگاه بکنید در مورد همین بحث نژاد. آقا ما این نژادی هستیم، اونا اون نژادی هست، هیچ کدوم ریشه علمی نداره. اما چون اون ایدئولوژی میخواد، میاد میگه آقا ما 7-8 نفر از یه نژادیم، اون 2-3 نفر با ما نیستن، با
خب چیکار بکنیم آقا؟ دیگه بکشیم، اینا جای ما رو گرفتن، نژاد ما رو آلوده کردن. یه ایدئولوژی برتر دین میچسب. جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیکه، اما ایدئولوژیش از کجا آمده؟ در خلق نبوده، از درون دین مواردی رو گرفته، ارزش‌هایی رو که مناسب خودش بوده گرفته. ما به مرور بهش خواهیم رسید، میخوام فقط نشان بدم چرا خطرناکه. خب این ویژگی‌هایی رو که اونها به وام میگیرن، در درون خودشون جاساز میکنن، از درون همون جامعه میگیرن، با همون تفکر میگیرن، و بعد سعی میکنن اسطوره‌ها و الگوها به شما نشون بدن. یعنی میگن میخوای آدم‌ها رو بکشی، به مولا علی نگاه بکن، به این خطبش نگاه بکن. این تو ذهن اون بسیجیه نقش بسته که هیدر هیدر میگه، نمیاد حسن حسن بگه. چرا؟ چون حسن اهل صلح، به درد این کار نمیخوره. حسن به درد زمانی میخوره که امریکا ما رو تهدید کرد، اون موقع حسن خوبه. به مردم داخل اون مشروعیت خودمون توضیح میدیم. اگه کسی گفت سید علی تو که این همه داد و بیداد میکنی و حل من مبارز میطلبی، چرا جلوی امریکا ایستاده سکوت کردی؟ میگه خب صلح حسنی هم داریم دیگه. اما به بدبخت بیچاره ها و مردم شهروند و گروه های ضعیف میرسه، اینجا دیگه هیدری میشن. باتوما جای ذوالفقار رو گرفته. تو وقتی اسطوره هاشون اون نوح و ابراهیمی هستش که میخواد بچهش رو قربانی کنه و علی ابن ابی طالبی که با افتخار میگه از شمشیرم خون میچکه و اینا، خب طبیعیه یک نسیجی هم قانع میشه، جنبه اقنایی داره که بابا وقتی مولا فرزندان و عموها و پسرماشو میکشته، خب ما هم این کارو بکنیم. وقتی پیامبر خدا پسر خودش رو انداخته در دریا غرقش کرده، خب ما هم اینجا چیزی چوبه دار میکشیمش بالا. بنابراین بسیار اهمیت داره جنبه اقنایی. پس هم جنبه توصیفی داره، هم تجویزی، هم اقنایی. متاسفانه وقت برنامه‌مون تمام شد. من خیلی از مطالب رو هنوز عرض نکردم، ولی میذاریم برای برنامه آینده که سعی بکنیم فهم کنیم این ایدئولوژی چگونه از یک دینی که خودش زمینه‌های خشونت رو داشته، تبدیلش کرده به یک بستر متسلب، منجمد و سخت، و بعد تمام عناصری که برای قدرت و حفظ اون نیاز بوده رو وام گرفته. و وقتی ما این جنایت‌ها رو می‌بینیم برای ما عجیبه، در حالی که اگر این سیر رو نگاه بکنیم می‌بینیم همانند کودکی که در یک مدرسه نامناسب درس خوانده، توسط افراد دیگر هم اخفال شده و الان هم قدرت گرفته، نتیجه جز این نخواهد بود که با انسانهای شریف جامعه، از زن گرفته، از هنرمند گرفته تا پیرمرد، چنین جنایتهایی رو روا می‌کنه. ممنونم تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر در خدمت شما باشیم. موفق باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقل